بررسی رویدادهای هفته، برنامه از بیژن افتخاری. تجزیه و تحلیل رویدادهای هفته از نگاهی دیگر، ارمغانی از رادیو تلویزیون مانی. بینندگان عزیز رادیو تلویزیون مانی، درود بر شما. بیژن افتخاری هستم. امروز جمعه 29 ماه مارس سال 2019 برابر است با 9 فروردین ماه سال 1398. در طی سلسله برنامه‌هایی که داشتیم، من تلاش کردم با استفاده از نظر کارشناسان و افراد برجسته و صاحب نظر در اپوزیسیون به موضوع یک برآمدن جمهوری اسلامی در مقابل نظام شاهنشاهی و موفق شدن دار و دسته تبهکار خمینی بپردازم. علت و دلایلش رو مورد بررسی قرار دادیم و بعد رسیدیم به بعد از جمهوری اسلامی، سرنگونی نظام سلطنت در ایران و وقایعی که بعد از اون اتفاق افتاده. امروز میخوایم از نظر یکی از بزرگان اپوزیسیون، از افراد برجسته که سالیان سال هست در اپوزیسیون فعالیت میکنند، تلاش میکنند، تلاش‌های زیادی برای نزدیک کردن افراد مختلف در اپوزیسیون کردن و میکنن. دو سال پیش هم در این زمینه یک فراخوان دادن و دعوت کردن از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون برای نزدیکی به هم. به هر حال این کارنامه جناب دکتر حسین لاجوردی است به عنوان شخصی که تلاش میکنه چهره های مختلف و احیاناً احزاب و گروه های مختلف در اپوزیسیون رو حول محور حداقل براندازی نظام جمهوری اسلامی متحد بکنند و تلاش های ایشون واقعا قابل تقدیر هست. ضمن اینکه ایشون به عنوان یک جامعه شناس و شخصی که در اوائل انقلاب هم در ایران بودند و در نظارت داشتند بر اینکه انقلاب چگونه، یا حالا بگیم قیام یا هر چی که میخوایم اسمش رو بذاریم، چگونه به نتیجه رسید و چگونه به انحراف رفت، این هم از نکاتی است که ایشون مورد توجه قرار دادن و خودشون ناظر بودن بر جریاناتی که اتفاق افتاده. به این دلیل من این جلسه رو میخوام در حضور دوست عزیز و استاد خود من جناب دکتر حسین لاجوردی آغاز بکنم. از بفهمید آقای دکتر، عرض ادب و احترام کنم خدمت شما و سپاسگزاری کنم از قبول دعوت من. من هم سلام میکنم به شما و همه دوستان و همکارانتون و همه مردمی که این برنامه رو میبینن خواهند دید. سپاسگزارم از دعوتتون. جناب دکتر افتخاری مباحثی رو مطرح کردید که فکر میکنم که برنامه یک ساعت باشه، مثل این که ماها از این یک ساعت ها باید به طول بیانجامه تا بشه پاسخگویی کرد. یک دو سه نکته رو فقط حضورتون عرض بکنم. اشاره کردید که من در اوایل انقلاب به ایران بودم. کاملا درسته، من 2 ماه قبل از انقلاب به ایران رفتم. من قبل از انقلاب کارشناس سازمان ملل بودم در فرانسه و البته حالا ایراد به هم نگیرید، موقعی که انقلاب شد پست بعدی من به هاوایی افتادم. برای اینکه از انقلاب عقب نیفتم راهی ایران شدم و کار سازمان ملل رو در کردم. پشیمون نیستم. مسائل و صدمات بسیار بسیار گسترده رو که دویم دیدم، ولی به هر حال واقعیت ماجرا اینه که یه همچه اتفاقی افتاد. من 2 ماه قبل از انقلاب به ایران رفتم، همزمان با در سازمان برنامه داشتم به اونجا رفتم. ماجراهای زیادی است. بلافاصله قبل از اینی که انقلاب بشه
حدود یک ماه قبل از اینکه انقلاب بشه. بله من پشیمونم نیستم که رفتم برگشتم به ایران، چون به هر حال ناظر یک اتفاق بزرگ تو جامعهمون افتادم که متاسفانه و متاسفانه به امروز منتهی شده. ولی همزمانی که رفتم به ایران، یک ماه قبل از انقلاب یه مصاحبه‌ای دارم که دارم می‌کردم به دنبالش پیداش بکنم. ازم می‌پرسن که خوشحالی به ایران آمدی؟ منی که تا بن دندون مخالف سلطنت بودم، هنوز هم هستم، این رو خیلی روشن دارم خدمتتون میگم، مسئله رو به این ترتیب بهش برخورد کردم که آرزو میکنم محمد رضا شاه با 100 تا افسر جوان کودتا بکنه. حالا خیلی جالبه که من رفتم که از انقلاب عقب نمونم، یک ماه قبل از انقلاب به این حرف رسیدم. چرا؟ نه به این معنا که من موافق سلطنت شدم، به این معنا که بزرگان سیاسی ما در اون زمان مثل آقای مهندس بازرگان، مثل دکتر سنجابی، مثل آقای داریوش فروهر که همگی رو من فکر میکنم که خادم بودن، خائن نبودن به هیچ وجه من، وجود یک سال از آقای خمینی نکردن که بگن که بله محمد رضا شاه بدترین آدم و پادشاه دنیاست، شما میخواید چه بکنید؟ این سوال رو نکردن. در این 40 سال گذشته هم نکردن، از آقای رفسنجانی نپرسیدن، از آقای خاتمی نپرسیدن، از آقای نمیدونم احمدی نژاد و روحانی که حالا به قول خودشون این همه رأی آورده نپرسیدن، از آقای موسوی نپرسیدن. آقای موسوی حداقل خودش آمد و گفتش که من میخوام که به دوران طلایی امام برگردم. اونای دیگه همه فریب دادن، من جمله امروز که پرفریبترین دوره زندگی اجتماعی سیاسی ما در ایران با فاجعه ویرانگری ایران میگذره. خواستم این مقدمه رو به کوتاهی بگم. اون زمان به هر حال من به فاصله کوتاهی دانشگاه درس میدادم و برگشتم، یک بررسی جمعیتی کرده بودم که ما 18,732,036,000 نفر رأی دهنده داریم، به شرطی که در اون یک روز بتونن به بشاگرد و نمیدونم قشم و غیره و غیره، به بیمارستان ها، به زندان ها برن، از همه رأی بگیرن. ما 18,630,000 نفر داشتیم. روز انتخابات من هم از طرف مرکز آمار سازمان برنامه که محل کار اصلی من بود و هم در دانشگاه که تدریس میکردم، تعدادی رو فرستادم به حوزه های مختلف. باور نکردنیه که اون روز که روز 12 فروردین، من یادم نمیره اون روز چه اتفاقی افتاد. اون روز وقتی که من ساعت 11 صبح از خونه اومدم بیرون، رادیوی ماشینی که باز کردم گفتن که جمهوری اسلامی با 20 میلیون رای پیشتازه. 20 میلیون. من تلفن کردم به این سرگروه هایی که اونجا گذاشته بودم، از دانشجوها و کارمندا و غیره و غیره، از من خواستن که من به وزارت کشور برم و بعد منو بردن سر چند تا حوزه رای گیری. منو بردن بعضی از این حوزه های رای گیری که آخوندی رئیس حوزه بود، یک چیزایی بود شاید دکتر افتخاری شما بدونید، بیجک بهش میگفتن، یه دسته های رای، یه دسته ستایی رای رو تشو میکندن، میگفتن که بگو مرگ بر شاه اون صندوق. و بعد ساعت، حالا اینم خدمتتون بگم تا یادم نرفته، این آقای چی بود اسمش، صادق، فامیل آقای خمینی، سه تا صادق برخواد، معاون وزیر کشور بود، حالا اتفاقا در آلمان هم ساکن بود. این آقا معاون وزیر کشور بود در امور انتخاباتی، شبش با من یه مصاحبه داشت و من همین حرفا رو که اینقدر تعداد جمعیته با اون در میون گذاشته بودم. منو بردن به وزارت کشور، ساعت 6 بعد از ظهر نمیتونید باور بکنید 30 میلیون رأی اومده بود. 30 میلیون رأی. در حال نشستن و این ور اون ور که دیگه گفتم آخه دیگه اینقدر تقلب اینقدر نمیشه. بعد گفتن هیجان نمیدونم انقلاب از این حرفا. نتیجه انقلاب رو، نتیجه رأیگیری 12 فروردین شما اگر نگاه بکنید، با 20,400,000 رأی جمهوری اسلامی برنده شده. گفتن 22 میلیون رأی اومده، 1,600,000 تاش باطل اعلام میشه،
20,400,000 تا 20,400,000 تا در مقابل 18,600,000 تا که کل رای دهنده ایران در اون زمان بود. شما در نظر بگیرید که جمهوری اسلامی با 2,000,000 تعداد رای بیشتر از مردم ایران. این رو داشته باشید. من از اون روز توی دانشگاه مشکل داشتم، برای اینکه همه سوال میکردن که آقا این محاسبه تو، محاسبه جمعیتی تو کجاست، به چه شکله. من مجبور بودم بگم که معیارهای سازمان ملل اینه، جوامعی که پیشرفته است اینه، جوامعی در حال پیشرفت اینه، تعداد رای دهنده اینقدر میتونه باشه، همه اینها رو توضیح میدم، ولی در حال انجام نمیشد تا چند ماه بعدش که بنده مرتد شناخته شدم و مجبور شدم که از ایران فرار کنم. این سر تا سر انقلاب، یعنی روز 12 فروردین تقلب جمهوری اسلامی برای شخص من که کارم این بود، مسئله آماری و جمعیتی بود، به اینجا رسید. ولی مسئله خاتمه پیدا نکرد. آقای دکتر افتخاری، الان داشتم چند دقیقه پیش عرض می‌کردم، ما در این 40 ساله گذشته یک تعداد متجاوز از 1,000 سازمان، حزب، کانون، انجمن تشکیل دادیم. 97-98% اینها کبریت بی خطرن، به این دلیل که همش در مورد فردوسی و سعدی و حافظ حرف میزنن و میتونن با ایران هم بیزنس بکنن، میتونن برن بیان، همه کار انجام بدن. یه تعدادی باقی مونده. این تعداد باقی مونده با مفهوم اپوزیسیون، اسمش اپوزیسیون، ولی نه به این معنا که همه اینها فعال سیاسی هستن، ابدا. یه تعداد، یه درصدی از اینها فعال سیاسی هستن در طیف‌های مختلف فکری، از راست راست تا چپ چپ تا میانه. من باورم بر اینه که همه اینها عاشق ایرانن، همه اینها ایرانو دوست دارن. من باور خودم رو دارم خدمتتون مطرح میکنم. ولی همونطوری که جناب عالی هم اشاره کردید و در اون نشست کانادا، کنفرانسی که کانادا برای آسیب شناسی اپوزیسیون وجود داشت، حضور داشتید، یک بحث مشخص هست که این بحث هنوز پاسخ پیدا نکرده. اون سوال کنفرانس بود که آیا ما تا به الان در این 37-38 سال گذشته موفق بودیم یا موفق نبودیم؟ اگر موفق بودیم چرا اینجاییم و چرا جمهوری اسلامی هست؟ اگر موفق نبودیم چرا موفق نبودیم؟ جناب عالی که حضور داشتید، ما نیومده بودیم بیاییم بگیم ما حزب درست کردیم، بیاییم به ما بپیوندید، این کار بکنید، اون کار بکنید. هدفمون یک آسیب شناسی بود. اگه یادتون باشه دور یک میز گرد قرار شد بنشینیم و بتونیم که با همدیگه مشکلات رو بررسی بکنیم و نه بیشتر. هیچی بیشتر از این نبود. تو کتابی که خدمتتون هست توی پیشگفتارش من اشاره کردم به این قضیه که ما نامه نوشتیم، ایمیل زدیم، اسمس فرستادیم، تلفن کردیم، آخر سر بعد از همه درخواست ها التماس کردیم، ولی رهبران اپوزیسیون اصلی حضور پیدا نکردن، من جمله شاهزاده رضا پهلوی که بنده تلفنی هم با ایشون صحبت کردم. در ایشون در پاریس بودن و من با ایشون تلفنی صحبت کردم، گفتن که من تو فرودگاه هستم، میرم واشنگتن و به تو زنگ میزنم، چون به بنده محبت بسیار دارند و من هم برای ایشون ارزش فوق‌العاده قائل هستم. ولی دیدیم که هیچ اتفاقی نیفتاد. امروز کجا هستیم؟ جناب دکتر افتخاری، من تو این برنامه‌های هفتگی 13-14 دقیقه‌ای که دارم، 2-3 هفته پیش یک بحثی رو مطرح کردم. واقعا خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. اون بحث عنوانش این بود: ما کجا هستیم، من کجا هستم. یعنی واقعیت قضیه اینه که امروز ما باید به این سوال پاسخ بدیم. ما باید به این سوال پاسخ بدیم در اروپا و امریکا و جاهای مختلف دنیا، در جمعیت 5-7 میلیون نفری ما چیکار میکنیم، کجا قرار داریم، چرا این حرکت موفق نشده، چرا جمهوری اسلامی که امروز وضعیت مملکت رو اگر در نظر بگیریم به نسبت سال 56 و 57 هزارها برابر بدتره. زمان شاه ما به این ترتیب که گرسنه نداشتیم، که حالا 60% جمعیت گرسنه است،
ما به این ترتیب که بیکاری نداشتیم، نه تنها نداشتیم، 1,000,000 جمعیت کاری ما تو ایران داشتیم. نه تنها مشکل نمیدونم هویتی نداشتیم، پاسپورت منی که مخالف بودم تو دنیا معتبر بود. نه تنها پاسپورتمون معتبر بود، جناب عالی که رشته اقتصادتون بیشتر از همه لمسش میکنید، پول ما معتبر بود. من یادم هستش که آمده بودم به فرانسه 2 سال قبل از انقلاب و 14,000 تومان پول تو جیبم باقی مونده بود، تو ایران نگذاشته بودم. آمدم به اینجا به یکی از دوستان گفتم که قدیمی در فرانسه بود، گفتم من این اتفاق افتاده حالا چیکار کنم؟ گفتش که کاری نداری بکنی، ببر بده بانک ملی فرانک فرانسه بگیر. بنده همین کارو کردم. حالا که جناب علی میدونید حالا با دلار 15,000 تومانی به نسبت دلار 7 تومانی ببینید که چند هزار برابر اختلاف. ولی اینها واقعیات تلخه، اینها واقعیت‌های موجوده. ما در اپوزیسیون در این سال‌های دراز گذشته 2 کار کردیم. یکی این که جلوی این دوربین‌ها و میکروفون‌ها نشستیم، 2 گروه شدیم، یک دوالیسم به وجود آوردیم. یه عده گفتن شاه خوبه، یه عده گفتن مصدق، یه عده این به این فحش دادن، یه عده به اون فحش دادن. یعنی کارمون مبارزه بین 2 تا مرده بوده که این بهتره یا اون بهتره، این بدتره یا اون بدتره. من فکر کنم اگر هر دوی اینا زنده بودن امروز با هم دیگه در یک جا نشسته بودن، بر فکر مملکتشون بودن. آفرین. امروز بحث ما فراتر از اینه. یه بحث دیگه ای هم که وجود داشته در 40 سال گذشته اینه که شعارهای ما، هیجانهای ما همچنان ادامه داشته. 2 شعار: جمهوری اسلامی جنایتکار است، دموکراسی خوب است. نه اون رو میفهمیم نه این رو. هر دوشو مردم ایران بیشتر از ما میفهمن. من امروز در خدمت شما 1 سوال از جناب عالی دارم و بعد اگر اجازه بدید ادامه بدم. سوالم اینه، اجازه میدید آقای دکتر افتخاری بدون تعارف با هم دیگه صحبت بکنیم؟ حتما آقای دکتر، خواهش میکنم بفرمایید. ببینید اگر ما نتونستیم تو کانادا، با وجودی که به هر حال تو اون کتاب مشخص 30 و چند نفر کارشناس و تمام اقوام ایران حضور داشتن، سرکرده ها و رهبرانشون حضور داشتن، ولی ما نتونستیم به نتیجه اپوزیسیون برسیم. اینی که من میگم بدون تعارف صحبت بکنیم، امروز جامعه تقسیم بندی شده. تقسیم بندی به این معنا که یه مطابق شگرد ماهرانه جمهوری اسلامی، مدت ها پیش، خیلی سال پیش، من با مانوک خدابخشیان که معرف حضورتون هست یه مصاحبه ای تو اون رادیوی صدای ایران داشتم. به ایشون گفتم که آقای خدابخشیان، شما خبرنگار ورزشی بودید، من مثال ورزشی واسه شما میزنم. گفت چیه؟ گفتم جمهوری اسلامی توپو تو زمین ما میندازه، ما شوت میزنیم. اگر که جمهوری اسلامی خبرگزاری هاش 48 ساعت تعطیل بشن، ما هیچی نداریم. برای اینکه جمهوری اسلامی میگه ما اینو اعدام کردیم، ما میگیم چرا اعدام کردی؟ ما اون میگه که این کارو کرد، ما میگیم چرا این کارو کردی؟ ما هیچی برای خودمون نداریم بگیم. این بحثو جدی تلقی بکنیم. یک برنامه حد اقلی وجود نداره. حالا امروز جامعه تقسیم بندی شده. تقسیم بندی به این معنا شده که به دلیل هیجان و یک سری واقعیت‌های تلخی که امروز دیگه باید دنبالش گشت، اینه که به دلیل این 2 سال گذشته که مباحثی در ایران به دلیلش که نهایتاً به شورش گرسنگان خواهد انجامید، مشکلات مردم انجام شده، طبیعتاً مردم رفتن به دنبال یک مقایسه. میگن رضا شاه روحت شاد، چقدرم خوبه، چقدرم خوبه. من هر چقدر مخالف سلطنت باشم، دکتر افتخاری کتاب انصاف سیاسی اجتماعی من دیدید دیگه، من تو اون کتاب اشاره میکنم که ما ناگزیر هستیم ببینیم که بزرگان ما، رهبران جامعه ما در 100 سال گذشته چه کردن. من که نمیتونم بگم که 16 سال دوره رضا شاه رو نادیده بگیرم به دلیلی که من مخالف سلطنتم، که من میگم که یک دوره 16 ساله یک ایران رو از دوران قبیله‌ای به دوران ایران مدرن آورد.
حالا رضا شاه دیکتاتور هم بود، همه اینها اینا هیچ کدوم هیچ چیز عوض نمی‌کنه. من ایمان دارم که محمد رضا شاه یکی از عاشق‌ترین آدم‌ها نسبت به مملکتش بود. من شک ندارم. من حکومت موروثی رو مخالفشم، چه پادشاهی باشه چه آیت اللهی باشه، هیچ تفاوت نمی‌کنه. ولی بحث من اینه که من نمیتونم مخالف این رویدادها باشم. رسیدیم به امروز. رضا شاه روحت شاد یک وسیله است برای یک حرکت. بعد از این دو سالی که این شعار داده شده، من شما رو پیشنهاد میکنم، راهنمایی میکنم که یک اعتراض تظاهراتی در پاریس انجام شده، حتما اگر که بخواید میفرستم براتون ببینید که شاید تو برنامه هم بگذارید. 5 نفر تو این تظاهرات هستن، 5 نفر جلوی خیابون‌های نزدیک سفارت، 5 نفر عرض میکنم. یکی یه پرچم ایران دستشه، یکی یک تابلو دستشه نوشته رضا شاه روحت شاد، و اون 3 نفر پشتشون وایسادن. در خارج از ایران، در خارج از ایرانی که ما فکر میکنیم که حداقل ما آزادیم دیگه، حداقل این آزادی وجود داره. پس اگر که رضا شاه روحت شاد، که حتما روحت شاد، واقعیت وجودی داره، ما باید ازش استفاده بهینه بکنیم، مثبت بکنیم. چرا نتونستیم؟ ببینید، یک عده‌ای به دنبال شاهزاده رضا پهلوی توی فیسبوک و توی فضاهای مجازی دیگه، شما اگر دهنتون رو باز بکنید فحش میدن. گروهی که به هر حال هیچ تفاوت نمی‌کنه، حرف منطقی نداره. من باور ندارم اینا طرفدار سلطنتن اکثریتشون. من باورم بر اینه که اکثریت اینها از جمهوری اسلامی هستن. بله، آمدن توی این فضاهای مجازی دارن این فضا رو از بین میبرن. خب این باور منه، امیدوارم درست باشه، امیدوارم درست باشه، ولی تموم نشده ماجرا. اینجا یک شخصیتی وجود داره به نام وارث تاج و تخت. اگرچه میشه گفتش که قانون اساسی سلطنتی مشروطه تمام شده، خیلی خوب، ولی اون میراثدارش هست، اون آدم میراثدارشه. من شخص رضا پهلوی رو فکر میکنم که از خیلی از شما دکتر افتخاری که حضور دارید و خیلی از بیشتر از اپوزیسیون دیگه و خیلی از بیشتر از خیلی از مردم ایران از نزدیک میشناسم. 27-28 ساله شاهزاده رضا پهلوی رو من احترام فوق العاده براشون قائلم. آدم بسیار نایسیه، بسیار خوبه، بسیار آدم لذت میبره پیشش قهوه بخوره، شام بخوره، نهار بخوره، از این نظرها ایدئاله. ولی برای همین، برای این که ایشون قدم به مسائل سیاسی بگذاره، بذارید اینی که گفتم بدون تعارف، بدون تعارف با شما صحبت بکنم. رضا پهلوی وقتی که شما، من مثالای عینی واسهتون بزنم، انتخابات آقای خاتمی بود یا انتصابات اسمش شد، 2 خرداد بنده واشنگتن خدمت ایشون در منزل ایشون بودم، صحبت همین جریانات شد، من دارم رو جلو دوربین دارم صحبت میکنم، و من گفتم که آقای رضا پهلوی این ماجرا فریبه، هیچ کدوم اینا به همدیگه فرق نمیکنن. هر کی میخواد بیاد بگه احمدی نژاد با خاتمی دوتا آدمن، من میگم دوتا آدم نیستن، من میگم دوتا آدمن با یک شناسنامه صادره از جمهوری اسلامی، همه اینا یکی هن. ایشون هم پذیرفتن. من رفتم به لس آنجلس، 2 روز بعد توی رادیو صدای ایران آقای حسین مهری، مرحوم حسین مهری در اونجا نشسته بود توی استودیو، من هم داشت اومده مصاحبه میکرد. سر همین ماجره ها یک مرتبه یک فلاشی زده شد و گفتن شاهزاده میخوان صحبت بکنن. امیدوارم که آرشیف ها وجود داشته باشه. شاهزاده صحبت مصاحبه من و آقای مهری متوقف شد. شاهزاده گفتن که من خوشحالم که اعلام بکنم که اگر من هم در ایران بودم میرفتم به آقای خاتمی رأی میدادم. توجه میکنید؟ و بعدش مورد دیگه ای که پیش آمد باز روشن بود، آقای موسوی شدن. ایشون دستبند سبز و
دیگه فنجون سبز و غیره و غیره. من حرفی اصلا ندارم، ایشون انتخابشه، من هم به ایشون حق میدم. سرنوشت پدر و پدر بزرگ خودش رو دیده، امکانات زندگی از 17-18 سالگی در خارج از کشور تا نزدیک 60 سالگی یک زندگی دیگر، امکانات مالی گسترده. چرا باید بخواد الان به ایران برگرده؟ چرا باید؟ ما چرا نمیخواییم اینو بپذیریم؟ نه آقای دکتر ببخشید، اینجا این نکته رو من میخوام از شما بپرسم. ببینید، این که جناب شاهزاده علاقه نداشته باشه برگرده به ایران، بخواد زندگی راحتی رو که در خارج داره حفظ کنه، فرزندانش در آرامش باشن، نگران نباشه که مورد ترور و فلان قرار میگه، من همه اینا رو میفهمم و حقم. اما یه جای دیگه هست که ایشون در این حال نقش یک اپوزیسیون نظام رو هم بازی میکنه، منطقه اپوزیسیونی که از همون مثال شما استفاده کنم، مشخصه که بیت بی خطره و نظام هم ازش نمیترسه. مشکل اینجاست که این دو دستگی در اپوزیسیون ایجاد میکنه. مشکل اینجاست که این کار ایشون سایه میندازه مثلا بر دکتر لاجوردی که میخواد بدون رودرواسی مبارزه بکنه. من یادم یک مثال بسیار خوبی را از شما شنیدم، همیشه هم نقل میکنم، مثل هواپیماییست که وسط باند نشسته، نه پرواز میکنه نه دیگران اجازه پرواز میده. اینجاست که من به ایشون ایراد میگیرم، اینجاست که به ایشون دعوت میکنم آقا اگر جدی هستید وارد بشید، اگر نیستید تکلیف مردم رو روشن کنید. درسته که شما باید به فکر خود خانوادت باشید، اما در مقابلش یک سرنوشتی، یک مملکت قدیمی با 80 میلیون جماعت الان بازیچه دست این اون شده. این رو من میخوام نظر جناب علی رو بپرسم. جناب دکتر افتخاری، پاسخ این برای من مشخصه، برای شخص من ایراد میگیرم که چرا شما به ایشون نمیپیوندید. من پاسخم اینه که ایشون دعوتی نکردن کسی بهشون بپیونده، ایشون انتخاب میکنن. ملاحظه بکنید، ایشون مشاور نمیخوان، ایشون مباشر میخوان. زنده متوجه هستم بشید. من مثال رضا شاه و محمد رضا شاه رو میزنم. رضا شاه 1299 که ابرقدرت ایران بود، یعنی هیچ کس بالاتر از اون که نبود، که اون آدم که همه نمیدونم ارتش در اختیارش بود، همه قوای ایران در اختیارش بود، میومد تو خونه ملک و شعرهای بهار، مصدق، مدرس، سعید نفیسی، فروغی، غیره و غیره، اون پایین دو زانو می نشست، داور، تیمورتاش، دو زانو اون پایین در می شست و بعد به اینها می گفتش که شماها می دونید آینده ای ایران چیه، به من بگید، من این کارها رو انجام می دم. آقای دکتر افتخاری، دو زانو پایین در می شست. متوجه ارزم بشید. و الحق و الانصاف، رضا شاه که سواد آنچنانی نداشت، که رضا شاه که نمیدونست نوشتن قانون مشروطیت چیه، که رضا شاه که نمیدونست تأسیس دانشگاه تهران چجوری باید باشه، رضا شاه که دادگستری و ثبت احوال و ثبت اسناد و بیمارستان و غیره و غیره رو درس نخونده بود، که رضا شاه با هوش فوق‌العاده‌ای که داشت تمام اینها رو که امیال تصویرنگاری آینده نگری این مجموعه کارشناس اون زمان بود رو انجام داد و کشور در عرض 16 سال از گفتم از قبیله‌ای به جامعه مدرن وارد شد. شخص شاهزاده با توجه به اینکه تمام عمرش رو در خارج از ایران گذرونده، حاضر نیست. همین الان من دارم میگم، جمهوری اسلامی یک مثالی رو میزنه، بزرگ سردمدارانش حتما شنیدید، میگن ما واسه این که حکومت اون رو نگه داریم حاضریم با شیطان قرارداد ببندیم. بله. توجه میکنید، من میگم که شاهزاده رضا پهلوی که شیطان نیست، یه پله کمتره، من حاضرم با ایشون قرارداد ببندم به شرطی که ایشون قدم بگذاره. متوجه ارزم هستی؟ بحث ما این نیست که
من موافق مشروطه هستم یا مخالف مشروطه، موافق جمهوری هستم یا مخالف جمهوری. من بحث مشخص‌تر می‌کنم، من بحث برنامه عینی می‌کنم. شما اقتصاددان هستید، شما می‌دونید که ما 40 سال دیگه هم بگیم که نمی‌دونم جمهوری اسلامی بعد از ما خوبیم، مردم روز به روز تا الان بی‌اعتمادیشون به نسبت اپوزیسیون بیشتر شده. ما چه کاری میتونیم بکنیم؟ آقای دکتر افتخاری، شما به عنوان یک اقتصاددان در یک جمع میتونید به مردم ایران بگید با همین اقتصاد زیر تحریم شکسته ایران ما قادر هستیم جمهوری اسلامی که نباشه در این هیئت مشخص کار اقتصادیمون رو در 6 ماه 60 میلیون 60 درصد مردم گرسنه ایران رو به 45 درصد برسونیم، در عرض یک سال این کارو بکنیم. من به عنوان یه جامعه شناس میتونم عنوان بکنم که نقش تولید و ایجاد شغل کردن یعنی چی، به چه شکل میتونه انجام بشه. اون حقوقدان میتونه بیاد به مطرح بکنه که من این مشکلاتی که در عرض 40 سال تو جامعه ایران به وجود آمده، این برنامه 1, 2, 3, 5, 10 ما توقع داریم که جامعه به اون اعتماد بکنه. جامعه که نمیتونه به شعار اعتماد بکنه، که جامعه به واقعیت باید اعتماد بکنه. ما توقع داریم که کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی ما رو بپذیرن، از ما حمایت بکنن. چه چیزی رو باید ارائه بکنیم؟ آیا جز اینه که من نوعی، شمای نوعی، اون هیئتی که به وجود میاد اول باید بیاد بگه که آقا من نقش سیاست خارجیم چیه، من در منطقه چیکار میخوام بکنم، من میخوام که نفت اینقدر تولید بکنم به این کشورها بفروشم، به این کشورها نفروشم، با اینقدر قیمت بگذارم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، گازمو این کارو بکنم، سیاست استراتژی نظامیمو این کارو بکنم، تا اینا این کشورهای اطراف من ندونن که مریض نیستن بیام به من که زنده باد حسین لاجوردی. که باید این برنامه وجود داشته باشه. خب پاسخ چیه؟ پاسخ اینه که ما هر روز از این قضیه فرار میکنیم، هر روز بازی جدیدی رو به وجود میاریم. ببینید 100 سال پیش ایران 7-8 میلیون جمعیت داشته، 97-8% اینا بی سواد بودن، 96-7% اینا روستانشین و کپرنشین و چادرنشین بودن، 10-20-50 آدم بوده که این حرکت فکری رو، هویت ایرانی رو زنده نگه داشته و شناسنامه ایرانی رو به وجود آورده. اون 7-8 میلیون جمعیت اون روز شده 80 میلیون. با 5-6-7 میلیون جمعیت ایرانی خارج از کشور. من ببینید خیلی مشخص صحبتمو میکنم. میگم که ما به نسبت اون روز اونها با امکاناتی که به وجود آمده، با اینترنتی که وجود داره، 1000 سال جلوتریم. خب اون زمان، حالا اینا این کارا رو کردن، ما امروز کجاییم؟ من میگم که تمام این 5-6-7 میلیون نفر که متخصص هستن، که 50% چون نیستن، 80% چون نیستن، 90% چون نیستن، 10% اینها که حداقل یک سواد، یک تخصصی تو جایگاه های مختلف کشورهای مختلف ها داریم میبینیم دیگه، وجود دارن ایرانی ها، 10% چون که هستن، که نه 1% که هستن، که نه این 7 میلیون نفر 70% که هستن، که آقای شاهزاده بیان به من بگن که من 2 نفر از اینها رو معرفی میکنم، ممکنه بلافاصله بگن که بله ققنوس، فرشگر، هرچی. احترام فوق العاده دارم برای هر کسی که کار میکنه، برای هر کسی که کار میکنه. ولی دکتر افتخاری، شما که میدونید من کارم اینه، من رشته تخصصیم برنامه ریزیه. 4.5 سال پیش یک پروژه ای رو ما به عنوان امروز و فردای ایران، آینده ایران دادیم. 30 تا معضلات ایران بررسی شده، 30 تا مشکل امروز ایران. ما با نفتمون چه میکنیم؟ ما با گازمون چه میکنیم؟ ما با بیکاریمون چه میکنیم؟ ما با اقتصاد ورشکستمون، نفتمون، نمیدونم فلانمون چه میکنیم؟ ما با سپاه پاسدارانمون چه میکنیم؟ ما با معلمانمون چه میکنیم؟ ما با بهداشت و درمانمون چه میکنیم؟ برای هر کدوم از این 30 تا 7-8 تا کارشناس گذاشته شده. 280 کارشناس روی این پروژه باید کار بکنن.
6 ماه تا یک سال طول میکشه که 14400 صفحه مقالات خودشون در مورد این بیاد که سال بعد آپ تو دیت بشه اگه جمهوری اسلامی نیفتاد. این 2,200,000 دلار خرجشه. این رو مونده چون این پول باید داده بشه. ببینید دکتر افتخاری، من و شمای نوعی، من حتمی اگر بخوام 6 ماه تا یک سال کار بکنم با حقوق دانشگاهی نمیتونم زندگی بکنم و 6 ماه یک سال حقوق نگیرم. ما آمدیم فکر کردیم که من نوعی در یک سال مثلا نمیدونم 60,000 دلار در حقوقم میشه، چون عاشق ایرانم 30,000 تاشو نگیرم، 40,000 تاشو نگیرم، 20,000 تاشو باید بگیرم، باید بگیرم که اجاره خونه‌مو بپردازم. خب این وقتی محاسبه شد، تمام اینا رده‌بندی شده وجود داره تو اینترنت، 2,200,000 تا خرجش بود. شاهزاده با من تماس گرفتن سر شورای ملی و من گفتن که این طرح تو بردار بیار توی شورای ملی. من گفتم آقا این طرح همینطوری که نمیشه فقط اسمشو اعلام کرد، که این طرح باید انجام بشه. شورای ملی هم این کاره نیست. الان 2-3 ماه پیش ققنوس درست شده. چقدر خوشحالم که ققنوس درست شده. چقدر خوشحالم که یک سری از دانشمندان ایران در خارج از کشور میتونن روی این قضیه کار بکنن. ولی باور ندارم. باور ندارم به این معنا که یک کار تحقیقاتی، یک برنامه ریزی مدون نیازمند اینه که یک هزینه توش بکنید، یک کار مداوم توش انجام بدید، یک حرکت فکری رو دنبال بکنید و در نهایت تم سیاسی داشته باشید. در نهایت هیچ راهی جز این ندارید. ولی من یاد اینو انداخت که میگن در زمان تیمسار علوی مقدم که رئیس شهربانی بود در ایران، به یک توده‌ای گفتن که چندین سال زندان بود، گفتن که تو آزاد شدی. این گفتش که من از زندان بیرون نمیرم. گفتن که آزادی؟ گفت بله نمیرم. گفتن چرا نمیری؟ گفت میخوام با رئیس شهربانی حرف بزنم. رئیس شهربانی هم غضب کرد و 3-4 ماه دیگه در زندان موند. بعد از اینی که یه روز رئیس شهربانی از زندان قصر دیدار میکرد، گفتن که تیمسار یک همچه آدمی رو که اونطوری حرف زده بود الان تو زندان نمیره بیرون. گفت بگیم بیاد. آوردنش جلو و با همون خیلی تند بود تیمسار علوی مقدم دیگه، گفتش که چرا نمیری بیرون؟ گفت من با شما حرف دارم. گفت چه حرفی اومده؟ گفت یه سوال دارم. گفت سوال چیه؟ گفت میخوام ببینم چرا منو گرفتین. گفتش که پرونده رو آورد و گفت تو گفتی که حقوق کارگران باید درست بشه، حق زنان باید داده بشه، حق کشاورزان. بله اینا رو که همه رو یه سال بعد اعلیحضرت گفتن. یه فوش داد و گفت این فلان فلان شده رو مجددا بندازین تو زندان. این نمیدونه این با اعلیحضرت فرق داره. اعلیحضرت باید بگن نه این بگه. چه حساب میکنی؟ حالا حکایت همین قضیه است. من مسئله سر این قضیه اصلا ندارم. من پیشنهاد کمک مالی دارم از کشورهای خارجی. منتها حرفم و جوابم رو دادم. گفتم اگر من برای یک کشور خارجی پول بگیرم این کار انجام بدم، من پروژه آینده ایران رو باید برای اون کشور خارجی درست بکنم. اینو مردم ایران باید پولشو بدن. این همه ثروتمند توی خارج از ایران خاصه در امریکا هست، ولی چرا نمیدم؟ چون بی‌اعتماد شدن. آقای دکتر ارتقای شما که در جریانید، در این که من نوعی اومدم پول گرفتم به جای این که برم که یک کار تحقیقاتی، یک کار نمیدونم تشکیلاتی انجام بدم، رفتم مرسدس بنز خریدم، رفتم خونه فلان خریدم. خب همه اینا کور که نیستن که، میبینم بی‌اعتماد شدن. 2,000,000 دلار در مقابل بیلیون ها دلار ثروت ایرانی های خارج از کشور هیچی نیست. ولی چه باید کردش واسه من مطرح امروز. چه باید کردش روشنه. روشن به این معنا که باید ما اگر نمیخوایم آسیب شناسی اپوزیسیون بکنیم، باید تکلیف خودمون رو با اپوزیسیون روشن بکنیم. چگونه باید روشن بکنیم؟ من بارها و بارها این بحث رو مطرح کردم. از رهبران اپوزیسیون دعوت بکنن. من که اسمم حسین لاجوردیه نه، شما که اسمتون دکتر افتخاریه نه، دو تا تلویزیون، یک
چند تا دوربین بگذارن، چند تا رهبران بزرگ اپوزیسیون دعوت بکنن، ازشون بخوان که با هم بنشینن و به مردم پاسخ بدن. همشون اسم مردم رو میارن ولی از مردم به شدت وحشت دارن. ولی تا حالا نشده، معلوم هم نیست بشه. شما اگر که آقای شاهزاده رضا پهلوی رو قطعه قطعش هم بکنید، حاضر نیست بغل دست شما بشینه جلوی مردم. چرا آید؟ دلیلش خیلی روشنه. دلیلش اینه که ایشون اگر بغل دست شما بنشینه و مردم یک سوالی رو از شما بکنن یا از ایشون بکنن، ایشون باید پاسخگو بشه. ایشون در طول این سالها یک کار مشخص انجام داده. اون کار مشخص چیه؟ ما توی جامعه شناسی یک روش مطالعاتی داریم تحت عنوان تحلیل محتوا. می نشینیم 3 نفر، 5 نفر، 2 نفر یه تیم جلوی یک برنامه تلویزیونی یا اسناد مدارک و آرشیف، میبینیم دکتر افتخاری در عرض 6 ماه گذشته چه واژه‌هایی رو چند بار تکرار کرده. اون وقت بعد از 6 ماه میتونیم این بررسی رو بکنیم که دکتر افتخاری یک آدمی است که در کار اقتصادی نمیدونم این تبحر رو داره، در کار سیاسی 80%، در کار این اون، همه اینها ما بررسی میکنیم. به این دلیل که واژه های شما رو میشماریم، حساب میکنیم که تفکر شما چه جهتی رو داره. شما این کار رو با شاهزاده رضا پهلوی بکنید، ایشون بسیار آدم نایسیه، بسیار آدم خوش صحبتیه، ولی این لغات رو بشمارید، هیچی از توش در نمیاد جز اینی که این رژیم، اونم تازگی این رژیم جنایتکار است، این رژیم باید برود، دموکراسی خوب است. هیچ چیز بیشتر از این به دست نمیاد. خیلی هم خوبه. ببخشید. عرض کردم منظورت اینه که راهکاری داده نمیشه، فقط صحبت اینه که این بده اینم خوبه. دقیقاً. هیچ چیز دیگه وجود نداره. راهکار اینجاست که ما اگر میخواهیم، ببینید طبیعی است که ما همه خود ما میخواهیم که ما مردم ایران، کشور ایران در یک موقعیت و اتمسفر بهتری به سر ببره، طبیعیه این قضیه. ولی راهش کجاست؟ ببینید شما پزشکید، من سرطان دارم یا یک بیماری دیگه دارم، 20 سال به من یه دوایی میدید اثر نمیکنه. آیا بعد از 20 سال نمیایید از 5 تا پزشک دیگه دعوت بکنید، یه کنسلتاسیون پزشکی بکنید، یه مجموعه پزشک رو بنشونید، ازش سوال بکنید آقا این دواها رو من دادم چرا اثر نکرده؟ من گفتم شما این است پشتن مریض رو داشته خالی. آقای دکتر میگم مگر اینکه اون طبیب قصد زنده نگه داشتن و درمان اون بیمار رو نداشته باشه، وگرنه بعد از یه بار، دو بار، سه بار بعد طبیعتاً بره سراغ افرادی که احساس میکنه میتونه با اونا مشورت کنه. بنابراین بله جناب دکتر، درستون برسونم، ما حدود 10 دقیقه فرصت داریم، بنابراین خواهش میکنم فرمایشاتون رو با این زمان تنظیم بفرمایید، اگرچه این تنها برنامه نخواهد بود، شما میتونید اینو به یک جای برسونید و در هفته آینده یا هفته‌های بعدی که فرصت داشتید ما این بحث رو در خدمت شما ادامه بدیم. فقط اینجا اجازه میخوام عرض بکنم که مهمان دفعه قبل من، دوست مشترکمون آقای جهانشاه رشیدیان، پیشنهاد یک پلتفرم رو به این شکل میداد که افراد هم نظر و البته نظر ایشون جمهوری خواها بود با هم جمع بشن و یک مجموعه ای رو تحت عنوان مثال عرض بکنم، ایران باید مثلا جمهوری باشه یا ما نظرمون هستش که جمهوری مناسبه، مثلا لایسیته برای ایران لازمه، مثلا قانون اساسی ایران باید مبناش اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، مثلا از این قبیل رو عنوان بکنن، یک محلی رو، یک جریانی رو، یک محملی رو، به قول ما شیرازی ها یک ویکل رو، وسیله نقلیه رو آماده بکنن که افرادی بتونن بیان داخل اون بشن. این نظر جهانشاه عزیز بود. من میخوام با این عرایزی که کردم شما
یه جنبندی بفرمایید دست کردم 10 دقیقه ما فرصت داریم. من فکر می‌کنم در 5 6 دقیقه صحبتمو خاتمه بدم. آقای دکتر افتخاری، دوست مشترکمون جهانشاه رشیدیان با تفکر بسیار عالی و مطالعات بسیار زیاد که دارن به نظر من بسیار درست میگن، منتها این مستلزم یک پایه است. بله. قرار بگیره. این پایه چیه؟ این پایه اینه که آیا ما قادر به این هستیم که 10 نفر هم فکر، نه برای درست کردن حزب. تو یونان باستان وقتی که میگفتن که میخوان که با همدیگه عقد برادری ببندن، یا در ایران باستان هم همینطوری بوده، خونشون رو با همدیگه یکی میکردن و اون موقع با همدیگه پیوند میخوردن. مثالی رو بزنم خدمتتون. من باورم بر اینه که 5 نفر 10 نفر آدم که فارغ از هر بحثی، حتی بالاتر، ببخشید این رو میگم ممکنه اذیت بشن یه عده، بالاتر از خانواده، یعنی ما به فکر خانواده بزرگ، بالاتر از خانواده فردی و شخصی، ما قادر باشیم که اون خون رو به همدیگه یکی کرده باشیم، ما رقابت درونی نداشته باشیم. مثال میزنم خدمتتون. مثالم اینه که اگر این 10 نفر این 5 نفر به وجود بیاد، ما تو این 5 نفر 10 نفر بخوایم 1 نفر رو به عنوان سخنگو، رئیس، رهبر، هر چی اسمشو بذاریم، انتخاب بکنیم، ما شب به همدیگه تلفن نکنیم که نکنه به دکتر افتخاری رای بدیا، نکنه اون کارو به یکی باشه، توجه میکنیم؟ اگر این کارو نکردیم، اون 5 نفر که یکیش دکتر افتخاریه، یکیش هم من خواهم بود، دکتر افتخاری میشه نفر اول، من میشم نفر پنجم. من باید این شعور رو داشته باشم، این لیاقت رو داشته باشم. یعنی چی؟ که من اگه نفر پنجم هم باشم، امروز توی اون روزی که ما موفق بشیم، من نفر پنجم ایران میشم، امروز نفر هیچم ایرانم. متوجه ارزم بشید؟ بخشدار علی گودرز 1000 برابر پستش از من بالاتره، من هیچم، ولی حاضر نیستم دوم، سوم یا پنجم بشم. اینجاست که من میگم که روی صحبت دوستمون جهانشاه رشیدیان اول پایش رو باید به وجود آورد. ما این همه سازمانهای جمهوری خواهی، نمیدونم مشروط خواهی، چپ، غیره و غیره به وجود آوردیم، چرا موفق نشدن؟ این چرا رو باید پاسخ گفت. باید پاسخ گفت که من چرا اینجا ایستادم، چرا نتونستم حرکت بکنم، چرا متوقف شدم، چرا سرم به سنگ خورده. اینها بحث اصلی است. اینها قبل از اینی که من بگم لایسیته بهتره یا سکولاریسم، طبیعی است که ما هر کدوم یک دیدگاهی رو داریم، خاصه بعد از این همه سال تو غرب. این همه آدم متشخص و کارشناس توی ایران هست، من تردید ندارم، بسیار زیادن، من با چند تاشون هم در تماسم، بسیار فرهیخته و ورزیده و کارشناس و غیره و غیره، بسیار توی خارج و همین خارج از ایران. ما آدم هایی رو داریم آقای دکتر افتخاری که سیاسی بودن، توی این 40 سال گذشته به دلیل بد عمل کردن اپوزیسیون خونه نشین شدن، یعنی رفتن کنار، ولی پتانسیلمان این ظرفیت وجود داره که اینها برگردن، به شرطی که اون هسته به وجود بیاد، اون موانع از بین بره، اون هواپیماه گوشه پیست بیسته، ببرنش تعمیرگاه و در نهایت اون مسئله اصلی شکل پیدا بکنه، برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاد. شاهزاده اهل این کارن. بفرمید، این دسته بنده، این دسته بنده، ولی این دست 40 ساله، این دست 40 ساله شده. آخرین عرضمو بکنم، 2 دقیقه آخر. شاهزاده رضا پهلوی در طول این سالهای بعد از انقلاب تعداد زیادی رئیس دفتر و مشاور و غیره و غیره داشتن، همشون آدمای فرهیخته‌ای بودن، چه فروغی، چه دکتر قریشی، چه شاهین فاطمی، چه یادش بخیر
فوت شد متاسفانه دو سه سال پیش، همایون. چه همایون؟ همشون، همشون. تنها دوره‌ای که یک شش ماه طول کشید دوره دکتر قریشی بود، اقتصاددانی که شما میشناسید الان در برکلی، اون آمد و جمع و جور کرد. امروز من یه سوال دارم، یه سوال دارم، این سوال یکی پاسخ بده. چرا هیچ کدوم اینا نیستن؟ داریوش همایون فوت شده، بقیه که حضور دارن، چرا هیچ کدوم حاضر نیستن قدم جلو بگذارن؟ دکتر مجیدی یکی دیگرش. اگر نیاز باشه من توضیحات کامل دارم سر این قضایه ها، برای اینکه من از نزدیک شاهد این سری از مسائلم. ولی من هدفم این نیست که به هم بریزه، من هدفم اینه که به هم بپیونده. زنده با نیست که رهبر شما بشم، هدفم اینه که برابر با شما بنشینم و بتونم که مشکلات مملکت رو از اون یه ذره فکری که دارم انجام بدم، نه بیشتر از این. توی هر کشور دنیا رو که تو دموکراتیک دنیا رو که شما نگاه بکنید، 50 تا آدم پیدا شدن بعد از 100 سال، 200 سال، 700 سال، اسمی از 48 نفرشون نیست. دو نفرشون هم که شدن پادشاه و نخست وزیر و رئیس جمهور و غیره و غیره، ولی اون 50 تا کشورشون رو ساختن. این جریان دوران آغاز رضا شاه. بسیار سپاسگزارم. سپاسگزارم جناب دکتر لاجوردی عزیز. من یکی دو تا توضیح بدم. یک، اون صادقی که شما فرمودید در وزارت کشور بود، فکر میکنم صادق طباطبایی منظور. دقیقاً. بله. خب این یه مورد. مورد دومی که پس من از فرمایشات شما این نتیجه رو میگیرم که شما هم نظرتون این هست. یک، در مورد شاهزاده رضا پهلوی، من فکر میکنم خراب کردن ایشون چیز درستی نیست و نباید این کارو کرد، اما انتقاد کردن از ایشون لازمه تا زمانی که مثل مثال همون هواپیما وسط باند نشستن و نه خودشون کاری بکنن نه حرکت‌های بعدی رو میشه درست تطبیق کرد، چون مردمن که در نهایت باید از حرکت‌ها دفاع بکنن. یه عده به این امامزاده دخیل بستن و نشستن و منتظرن که معجزه‌ای حاصل بشود. از این بابت حتما باید انتقاد کرد و امیدوار هستم که ایشون این صحبت‌های ما رو بشنوند. منم با شما موافقم، ایشون دوست ندارن در جایی قرار بگیرن که مورد سوالات جدی قرار بگیرن. با مصاحبه هایی هم که میکنن اولا با جاهای قابل اطمینانه، دومی که سوالات مشخص قبلا مطرح شده، روش فکر شده و بعد پاسخ داده میشه. اما مهمترین نکته‌ای که اشاره کردین مسئله این هستش که به قول شما یه 10 نفر مرد میدون بیان وسط و بتونن با هم کار بکنن. من معتقدم اون کار کار یک تیمه. جناب عالی ورزشکار هستید، والیبال رو هفته یک بار اگر اشتباه نکنم حتما تشریف میبرید. منم یه موقعی فوتبال بازی میکردم. در مجموع آیه دکتر این باید یه کار تیمی باشه، یعنی در یک تیم ممکنه حالا یه نفر شاخص‌تر باشه، یکی اسپک‌های خیلی خوبی میزنه، یکی پاس خیلی خوبی میده در فوتبال، یکی شوت‌های محکمی میزنه، ولی به تنهایی هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. الان همه میشناسن آقای لیونل مسی، بازیکن شاید یکی از بهترین بازیکن‌های جهانه، یا آقای رونالدو یکی از بهترین بازیکن‌های جهانه. اینا در تیم ملیشون موفق نیستن چون بقیه ضعیفن، ولی در تیم باشگاهشون خیلی موفقن چون در کنارشون آدمای قوی قرار گرفتن. ولی کار تیمیه. الان نگاه میکنید آقای لیونل مسی در تیم ملی آرژانتین به جایی نمیرسه، تیم ملیش هم به این جایی نمیرسه، برای که کار تیمیشون با هم خوب نیست یا هم کالیبر و هم تراز هم دیگه نیستن. نتیجتا من فکر میکنم این پیشنهادی که البته آقای رشیدیان هم دادن، شما هم به شکل بهتری هم روشن کردید که آیه 7-8-10 نفر آدم های استخوندار که میخوان کار جدی بکنن باید کنار هم قرار بگیرن. من فکر میکنم قبل از اینکه جلوی دوربین بیان باید
بیرون از دوربین با هم دیدار داشته باشن، صحبتاشون رو بکنن، یواش یواش نظراتشون به هم نزدیکتر بشه و بعد یک روحیه جمعی پیدا بکنن، که وقتی روحیه جمعی بود دیگه برای من افتخاری مهم نیستش که نفر اولم یا نفر یازدهمم، برای من مهم اینه که تیمم قوی میشه، این تیم داره موفق میشه و من خودم رو و موفقیت خودم رو در اون تیم میبینم، نه در شخص خودم که من آقا جدا از همه ما میستم بگم من خیلی برترم. اگر این باشه طبیعتاً میتونیم ما راه به جایی ببریم. من اول از جناب علی بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید و خیلی خودمونی و بدون رودرواسی، که البته با شناختی که از شما دارم میدونم شجاعت این مطالب رو داشتید و دارید، بنابراین با شجاعت مطالبتون رو فرمودید بدون رودرواسی. اینجا عرض میکنم که من به شخصه و میدونم شما خیلی زودتر از من گفتید ما مخالف خراب کردن شاهزاده هستیم، اما این به مفهوم این نیست که از ایشون هیچ انتقادی نکنیم و بگیم که سر شما مثل سر رضا شاه روحت شاده. نه، یه مقدار ما تفاوتای میبینیم. از جمله آقای رضا شاه اگر یک مجموعه ای رو دعوت کرد که آقا شما فکر کنیم به من بگیم من عمل میکنم، اولا قدرت دستش بود و پای عمل بود، نه اینکه قدرت دستش نباشه به یه ده بگه آقا برید قغنوط تشکیل بدید بیاید ببینیم چی میگید. بیشتر آدم احساس میکنه که اینم یه نوع سرکارگزاریه جناب شاهزاده است تا اینکه یه کار جدی باشه. با این تفاصیل من از جناب علی تقاضا میکنم که به من قول بدید در جلسات بعدی در خدمت شما باشیم، یواش یواش این مباحث رو جا بندازیم و فکر میکنم که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. باید به فکر بود، باید بیاین وسط. بسیاری از ماها مورد توهین و تحقیر قرار میگیریم متاسفانه، که البته عمدتا از طرف جمهوری اسلامی هست، ولی اشکالی نداره. فرمودید در مورد شما فرمودن که ایشون عمل جراحی میکنه صورتش، از اینجور چیزا که خب اشکالی نداره، ما یه مقدار پوستمون کلفت شده و کلفت‌تر هم خواهد شد، اینا رو میپذیریم. ولی در کنار اون من اینجا از مردم شریف ایران به خصوص اون دسته از افرادی که اهل مطالعه هستن، اهل دانش هستن، اهل علم هستن دعوت میکنم که اگر 4 چهره مثل دکتر لاجوردی ما داریم، دوستان اینا رو تنها نذارید، هی نگردید که یه جایی پیدا کنید و ببینید که این نقطه ضعف کجاست. اگر نقطه ضعفی هم داریم شما باید بیاید پوشش بدید. بنابراین من از شما تقاضا میکنم همون 1% که جناب لاجوردی فرمودن یا 10% که هستید نیستید و تماشا بکنید، بیاید جلو. برای اینکه این با این جوری نیست که این نمیدونم این حرکت بدون حمایت شما به جایی برسه. ما باید افرادی مثل آقای لاجوردی رو حمایت کنیم تا یواش یواش وزن سیاسی خوبی رو به دست بیارن و بتونن با اعتبار به این وزن سیاسی طرح‌ها و برنامه‌های مناسبی رو مطرح کنن. فقط تماشاگر رو نمیدونم این که بشینید و ببینید و از این کانال به اون کانال برید نکنید، این کار درست نیست. ببینید کیا هستن در اپوزیسیون که مداوم اینجا بودن، جلوی چشم بودن، مبارزه کردن، ساکت نشدن و یه شب هم متولد نشدن که اعلیحضرت ازشون همون شب اول تعریف بکنه بعد هم معلوم نشه چی میشه. اینا بودن. آقای دکتر لاجوردی از 1357 وارد این مسائل سیاسی شده تا الان، یعنی 40 جلو چشم، و اگر تو این 40 کارنامه ایشون مثبته، دوستان این یه ارزشه، یک مطلبی است که ما نمیتونیم ازش به تنهایی بگذاریم بگیم که خب دیگه بوده دیگه. نه دوست عزیز، در این 40 خیلی ها رفتن با جمهوری اسلامی بندوبست کردن، دو سره خوردن، نمیدونم کلک زدن، جیباشون رو بر کردن، بی اعتمادی ایجاد کردن. اگر آدمایی داریم که 40 مداوم بوده و آرام رفته ولی پیوسته رفته، اینا برای ما امروز تبدیل به سرمایه های اجتماعی ما میشن که باید ازشون استفاده کنیم.
دکتر بسیار سپاسگزارم، همچنین از کارگردان برنامه دوست عزیزمون جناب اسدالله علی محمدی بسیار سپاسگزارم که با حوصله این برنامه رو ضبط میکنن. از شما عزیزانی که به عرایض ما توجه کردید بسیار سپاسگزارم و به اتفاق دوستان آقای دکتر لاجوردی و آقای علی محمدی تا برنامه بعدی به شما بدرود عرض میکنم. سپاسگزارم.